جستجوی معنا. با درود خدمت شما بینندگان عزیز، من نوشین ثابتی هستم و شما به برنامه در جستجوی معنا از تلویزیون ایران فردا توجه میکنید. در این برنامه ابتدا میپردازم به تلفن ها و پیام های شما و نامه ای رو انتخاب کردم از بین نامه ها که براتون میخونم، به دلیل اینکه کاملا ربط داره به صحبتی که هفته پیش کردیم در باره باورهای اشتباه. و بعد از اون مسائل و تولز ها یا امکاناتی رو راجع به صحبت میکنیم که در ما میتونه تغییر ایجاد کنه و ذهن ما رو عوض کنه. البته همه اینها در یک برنامه گنجیده نمیشه، اون چیزهایی که کمک رسان هست برای تغییر ذهن رو من امروز اشاره مختصری بهش میکنم و در هفته های آینده بیشتر راجع بهش صحبت میکنم. اما تلفن های مهرامیز و پیام های شما رو دریافت کردم. عزیزانی که از ایران تماس گرفتید و پیغام گذاشتید که حتما مایلید که برنامه به نوعی باشه که تلفن باشه و شما بتونید پرسش هاتون رو بکنید، باز هم عرض میکنم این بستگی به موقعیت تلویزیون داره که آیا بتونن این امکان ارتباط مستقیم رو برای ما، برای برنامه من فراهم بکنن یا خیر. گفته شده و در دست اجرا هست، امیدوارم. اما در باره پرسش هایی که کردید، من مایل نیستم که برای مدتی به بیماری های روانی بپردازم، زیرا طی سالهای گذشته و برنامه های بسیاری که در خدمتتون بودم اونها رو بررسی کردیم و تقریبا این کتاب یا بایبل روانشناسا رو به قول معروف DSM-4 و DSM-5 و TR و اینها رو همه رو در خدمتون بودم عرض کردم و همچنین از برنامه های خوب دیگر، البته نه همه برنامه ها، ولی از چند برنامه بسیار خوب هست که همکاران من میدن و مدام درباره ناهنجاری های روانی، روانپریشی چگونه به وجود میان و همه اینها صحبت میشه. همچنین وقتی پرسشی مطرح میکنید باز در کنارش اشاره میشه به همه این بیماری ها و ناهنجاری های روانی. اما من فعلا برای مدتی تصمیم دارم که اون به قول معروف نورافکن رو بر روی چیزهایی که احتمالا میتونه به ما توانایی بده و باعث تغییر در ما بشه بیاندازم. لیبل زدن کار درستی نیست. اینکه بنده به شما عرض کنم که خب شما افسرده هستی، شما البته میتونید باشید، میتونید استراب داشته باشید، همه اینها هست، ولی در این برنامه سعی میکنم که چگونه ببینیم چگونه میتونیم خودمون این لیبل ها رو، این برچسب ها رو از روی خودمون برداریم و بتونیم با تنظیم دیدمون، با عوض کردن عینکی که هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم، با برداشتن عینک تیره و تار جهان رو بهتر ببینیم و تنظیم کنیم. میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان جهت دنیا کبودت مینمود. ما میخواییم این شیشه کبود رو برداریم، به جای ذره بین قوی بگذاریم که به درک ما از دیدن واقعیت ها کمک کنه، حقایق رو ببینیم هرچند که تلخ، اما به درستی ببینیم، بررسی کنیم و سپس آگاهی هامون رو زیاد کنیم و بتونیم به خودمون کمک کنیم. عذر میخوام. عرض کنم که هفته پیش عرض به شما فیلم رو نشون دادم از استیون هاکینگ، این عجوبه قرن که بعد از اینشتین بزرگترین فیزیکدان جهان هست، و عرض کردم که چگونه ایشون از قدرت
فوق‌العاده ذهنش کمک میگیره. هاکینگ یک فیزیکدان متفاوت و برجسته است. هوش هاکینگ نه به طور طبیعی آیکیو او بالاست، یعنی ضریب هوشش بالاست، بلکه هوش ریاضیات او و انشتن خب قابل قیاس نیست در جهان با هیچ کس دیگر فعلا که تونسته به اینجاها برسه. اما این دلیل نمیشه که کسی مانند انشتن و هاکینگ در جهان نباشه، فقط چه بسا افرادی هستن که هرگز موقعیت براشون پیش نیومده که وارد دانشگاه بشن، تحصیلاتشون رو انجام بدن، چه بسا در افریقا و در دهات‌هایی که در جهان سوم که ما تصورش نمی‌کنیم چنین مغزهایی باشه، ولی وقتی تربیت نشده باشه و علم از علم آگاهی نداشته باشه متاسفانه میتونه خاموش مونده باشه. ولی فعلا جهان این دو رو میشناسه با آیکیو ریاضیات یا هوش ریاضیات بسیار بالا. بعد من اشاره کردم به باورهای اشتباه که در انسان به وجود میاد و اون نگرش اشتباهی که در انسان به وجود میاد، عرض کردم که میتونه ارثی باشه و با انسان متولد بشه. اشاره داشتیم به اضطراب و افسردگی و بعد والدین و عامل خانواده، عرض کنم که محیط، مدرسه، و گفتیم که هر کدوم این اشکالاتی که در زمان رشد به وجود میاد چه مشکلاتی رو در بر داره. مثلا اگر در زمان رشد بی‌اعتمادی، شرم، گناه و حقارت به در بچه نهادینه بشه، البته که او جهان رو امن نمیدونه، اعتماد نمیتونه بکنه، دچار تردید، دچار شک، دچار پارانوید هست و الی آخر. و بعد اشاره کردیم به خرافات که یکی از مهمترین مسائل جهان امروز خصوصا در ایران هست که بیداد میکنه، و این تنها از نگرش اشتباه و برگرفته از فرهنگ متاسفانه بیمار غالب بر میهنمون هستش. ولی شما جوانها موظف هستید که با اون مبارزه کنید، با خرافات مبارزه کنید و خودتون رو به علم نزدیکتر کنید و آگاهی ها رو در خودتون بیشتر کنید. حال در اینجا میخوام که یک نوشته رو از دوستی که برای من فرستادن بخونم براتون و ببینیم که آیا شما هم مانند من غرق تعجب میشید یا نه. ولی برای من خیلی تعجب آور نیست، زیرا نمونه بارز برداشت اشتباه و در حقیقت یه نوعی آگاه نبودن از مسائل علمی و مسائل روز و باز خرافاتی بودن و خرافه پرستی است. با اجازتون من اینو میخونم. ایشون نوشتن: با سلام، گرچه به شدت لهجه دارید، من نمیدونم چه لهجه ای دارم، ولی متشکرم ازتون که اینو یادآور شدید، اما کلماتتان را برای اولین بار در ایران فردا دیدم. اصلا هم نمیخواستم ببینم، اما چون حوصله عوض کردن کانال رو نداشتم گذاشتم شما حرفاتون رو بزنید. راجع به استیون هاکینگ، دوست من استیون هاکینگ هست، پی نداره، راجع به استیون هاکینگ بود، خوشم آمد. اینا همش همون داستان جسم و روحه، در صورتی که بنده اصلا در مورد روح عرضی نکردم و به جسم و روح کاری نداشتم. ولی ایشون ادامه میدن که اینا همش همون داستان جسم و روحه که با هم در تضاده. ماه رمضان، اون زمانی که روزه میگرفتم، نزدیکای افطار که دیگه اوج گشنگی و تشنگی بود، خصوصا در تابستانها آدمیزاد به یه حالتی که اسمشو میذارن اوج معنویت یا هر تعریف دیگهی که داره، انگار یه جوری پرده از جلوی دید انسان کنار میره و به حالت خاصی میرسه، بهش میگن عرفان. تنها در مورد مسلمونا هم نیست، مرتضی هندی که روی میخوابه، یعنی جسمشو به چالش میکشه از نظر
روحی به چندان به چنان البته میشن چندان مرحله ای میرسه که پدرم تعریف میکرد با قدرت چشماش قطار انگلیسی ها رو متوقف میکرد. هنوز یادم حرفای اون خدا بیامرز بابامو به هر حال استیون هاپکینگ شاید به خاصیت هایی که داره یه جورایی جسمش رو کنسل کرده و در نتیجه روحش نمو پیدا کرده. به نظر من به هر حال برنامه جالبی بود. ممنون. من هم ممنون و سپاسگزار هستم از اینکه شما وقت گذاشتید و این رو نوشتید. ولی عزیز دلم، اگر قرار باشه که همه گرسنه های جهان با یعنی اگر گرسنگی به انسان حالت عرفان بده، خب همه گرسنه های جهان بسیار انسان های معنوی هستند. ولی متاسفانه دیده میشه که بسیاری از برخی از گرسنگان، دوست ندارم بگم بسیاری برای اینکه درست نیست البته، ولی برخی از گرسنگان دست به جنحه و جنایت هم میزنن، زیرا که مستاصل هستن، خیال میکنن و یه جوری این کاراشون رو توجیه میکنن. البته اشاره من به روزه گرفتن نیست، کار عبادت و ارزم اعتقادات هر کسی تا جایی که مزاحم دیگران نشده بسیار بسیار به نظر من حتی مقدس، زیرا انسانی که اعتقاد داشته باشه به هر چیزی، حتی اون ایتیست، کسی که به هیچ دین و خدای اعتقاد نداره اما به اخلاق اعتقاد داره، بسیار محترم و مقدس افکارش، زیرا باعث میشه که به دیگران محبت کنه و خدمت بکنه. اما اون جنبه ای رو که شما آوردید به این که یک دفعه انسان روحش یه چیز دیگه میشه و حالا بذار من یه نگاه دیگه به این نوشتتون بکنم که دقیقا یادم بیاد که چی فرمودید. فرمودید که اوج معنویت میرسه که انگار یه جوری پرده از جلوی دید انسان برداشته میشه. ما منظور از پرده چی هست؟ و وقتی شما بارها پرده از جلوی چشمت برداشته شده چی دیدی؟ آیا این تخیلاتی بیش نیست؟ و ببخشید، مبادا به دلیل این تخیلات انسان از تحقیق و مطالعه دست برداره و باور کنه که خب من روزه میگیرم و عالم میشم، به اشراق پیدا میکنم به همه رموز جهان. این یکی. دوم این که گفتید که پدرتون فرمودن که این مرتضای هندی، مرتضای وقتی رو میخ میخوابیده و ریاضت میکشیده به اصطلاح، با چشماش میتونسته قطار انگلیسی ها رو نگه داره. شما میدونید که هندوستان مهد تمدن جهانه به خاطر اینکه تمام همه جور عقاید درش هست، ولی تعداد بسیاری مرتاز داره که اینها با یک یا دو بادام زنده هستن، همجور که فرمودید بر روی میخ میخوابن و از جهان به اصطلاح منقطع هستن یا به قول شما کنسل کردن جسمشون رو. اما هندوستان در فقر به سر میبره، اکثر مردمش در خیابانها شما اجساد رو میبینید که متاسفانه ناچارید از اوشون رد بشید، بیماری و گاه سیل و طوفان و غیره بیداد میکنه و هیچ کدام از این مرتضان عزیز نتونستن با قدرت نگاه دست پاشون کاری بکنه. متاسفانه افرادی که این چنین می نگرن و این چنین می اندیشن، باز عرض می کنم، از کشف وجود خودشون دور می شن و به اوهام وقتی شما رو می کنید دست از تلاش در این جهان بر می دارید. تلاش حتما این نیست که من یک کاری رو برای خودم بکنم. ما موجوداتی هستیم جزوی از جامعه بشری، من باید کار کنم و باید از میخوام از شما دوستان عزیز باید بتونم عرض کنم که خودم بر روی پای خودم باشم و باید بتونم که انگل اجتماع نباشم، همکاری کنم برای بهبود جهانی که درش هستم. پس مسئله که ما عرض کردیم خدمتتون، من هفته گذشته در موردش صحبت کردم، هیچ ربطی به روح نداشت، هیچ ربطی به، البته نمیگم روح خرافاتی با اون کاری ندارم، و چون جهان علم تعریفی ازش نداره و این برنامه رو من سعی میکنم یک برنامه علمی نگه دارم، بنده اشارهی به مسائلی که
به علم مربوط نیست نمی کنم. و ما راجع به خرافات صحبت کردیم و متاسفانه نتیجه متفاوتی دوست ما از این برنامه گرفت. این به همون دلیل نگرش غلط و اشتباهیه که در انسان در طی رشد جا میگیره از پدر به قول معروف. حالا در مورد ایشون، خب عزیزان، در اینجا اجازه بدید که همونجور که عرض کردم اشارهی داشته باشیم به تغییر نگرش. اگر خواهش میکنم که دوست ما در استودیو اسلاید ها رو آماده دارن نشون بدن. نخستین اسلاید تعریفی هست یا به شما میگه، انانس میکنه، اعلام میکنه که این صحبت در چه موردی هست، در مورد تغییر نگرش و برداشت و باورهای غلط، زیرا که همان برداشت ها و باورهای اشتباه هست که از پیشرفت انسان جلوگیری میکنه. اسلاید بعدی را میبینیم که جورج برنارد شا رو نشون میده که این گفته طلاییش رو که باید با طلای ناب نوشت و قاب کرد، میگه که پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است. آنکه نتواند ذهنش را تغییر دهد قادر به تغییر هیچ چیز نیست. یک بار دیگر، پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است. آنکه نتواند ذهنش را تغییر دهد قادر به تغییر هیچ چیز نیست. جورج برنارد شا که میدونید که یکی از برندگان جایزه نوبل هست در نویسندگی. در واقع این یک واقعیت علمیه، چون همه چیز در کهکشان مغز اتفاق میفته. همونجور که هفته پیش عرض کردم که هاکینگ در کهکشان مغزش هست که میتونه کهکشان ها رو ببینه و رموز اونها رو از رموزش پرده برداره و باز کنه، از طریق علم، از طریق فیزیک، از طریق ریاضیات. پس مغز انسان قادر هست که نوع دیگری هر جوری که ما تنظیمش کنیم و هر جوری که ما بخواهیم عمل بکنه. اسلاید بعدی رو با هم میبینیم که اشاره میکنه به برخی از چیزهایی که ما لازم داریم برای تغییر ذهنمون. شهامت هست، باور، اراده و انگیزه. به این اسلاید وقتی شما نگاه میکنید احتمالاً به ذهنتون میرسه که چرا انگیزه آمده آخر. انگیزه معمولاً باید در ابتدا باشه. براتون توضیح میدم، چون هم یه جورایی حق با شماست، چون انگیزه اگر نباشه آدم کاری رو شروع نمیکنه. ولی به این باز میگردیم و در صدر شما شهامت رو میبینید. اسلاید بعدی رو برای اینکه کمی خستگیتون دراد با هم نگاه میکنیم. در شهامت میگه شهامت یعنی رویارویی با چالش ها. و اینجا میبینید که این آقا پنگوان یا خانم پنگوان برای آقا خرسه یا خانم خرسه با عرض کنم که اون چیزش سنجش نمیدونم چی بهش میگید ایستاده و میخواد با شهامت تمام او رو بیدار کنه و بدون اینکه نگران باشه که اگر حالا آقا خرسه بیدار شه چه بلایی ممکنه سر او بیاره، حتما باید فرار کنه و از محلک در بره، احتمالا این رو میزنه و فرار میکنه. ولی واقعا شهامت موضوع بسزا مهمی است. برمیگردیم به اسلاید قبلی و شما اینجا شهامت رو همونجور که بنده گذاشتم براتون میبینید که راهی رو نشون میده که شخص باید از اون راه بگذره، از اون پله ها بالا بره و در و دریچه ای رو یا دری رو به روی جهان دیگر باز کنه. جهان چی؟ جهانی که در ذهنشه، جهانی که در مغزش هست، اون رو باز کنه. ولی یا حتی دریچه باز هست، او فقط کافی است که این پله ها رو بره، این راه رو طی کنه و وارد اون جهان بشه. ولی قدم اول برداشتن قدم اوله. قدم اول شهامت برداشتن قدم اوله.
شهامت برداشتن قدم اول. راجع به شهامت بیشتر با هم صحبت میکنیم. و دوم اینکه باور داشته باشه، باور کنه که ورود یا گذشتن از این در یا ورود به این در جهان دیگری رو به اون نشون میده. باور داشته باشه و بعد اراده کنه، اراده کنه که من این قدم اول رو بر میدارم، شهامت دارم، باور دارم، اراده میکنم که حرکت کنم. و بعد انگیزه، که ابتدا و نهایت هر چیزی انگیزه است. هر هدفی، هر راهی ابتدا و نهایتش انگیزه است. انگیزه ای که مبتنی بر معنا باشه، انگیزه ای که مبتنی بر معنا باشه، که راجع به این نیست بیشتر صحبت میکنیم. اسلاید بعدی رو نشون میدیم که اینجا اگر اشتباه نکنم، چون من نمیبینم و در تلویزیون نیستم، حدس میزنم که هست. گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، هم مخور. یعنی شما باید با هر چند و چوندی بتونید کنار بیایید. دیگه حالا سخت، حالا از کلمه نمیتونم که اصلا در تغییر نباید به وجود بیاد، شنیده بشه یا خودتون به خودتون بگید یا اجازه بدید دیگران به شما بگن. سخته، راه سخته، منزل بس بعید، حالا شعرش یادم رفته، ولی شجاعت و شهامت و باور و انگیزه به شما این قدرت رو خواهد داد. در سلاید بعدی شجاعت ها رو میبینیم. سلاید بعدی رو الان دوستان احتمالا دارن نشون میدن. شهامت ها رو میبینیم که شهامت استقامت، استقامت کردن شهامت میخواد. هر کسی نمیتونه پایداری بکنه. کسی پایداری میکنه که نترسه، شهامت داشته باشه. نوع دیگر شهامت، صداقت با خود و دیگرانه. بسیار صداقت شهامت میخواد. بسیاری از دروغ ها از روی ترس گفته میشه. بسیارانی دروغو میشن به خاطر ترس. پس شهامت، صداقت، راستی، رو راستی، درستی شهامت بزرگی است. و مخصوصا که انسان نسبت به خودش داشته باشه، چون اغلب اوقات انسان ها چشمشون رو بر روی واقعیت های تلخ میبندن و به خودشون در درجه نخست دروغ میگن، زیرا دروغ شیرین بهتر از تلخ رنجاور و دردناکه. ولی متاسفانه راه به جایی انسان نمیبره اگر شهامت صداقت رو با خودش دیگر نداشته باشه. و نوع دیگر شجاعت شکیبایی و ثبات هست. شکیبایی یعنی بردباری، یعنی تحمل، تحمل مصائب، تحمل خار مغیلان، سرزنش خار مغیلان، سرزنش دیگران. عرض کنم هموار کردن ناهمواری ها شکیبایی میخواد. و دوست دارم بدونید که همه این هایی رو که من میگم در وجود همه انسان ها هست. در وجود همه انسان ها بدون تردید استقامت، صداقت، شکیبایی و ثبات هست. فقط باید یاد بگیرید که چگونه اونها رو به کار ببرید. و ثبات هم که البته ثابت قدمی است و استمرار و پایداری است. بریم سلاید بعدی. باور رو میبینیم که من اینجا از مری کوری یا ماری کوری یا مادام کوری ما میگفتیم استفاده کردم. بانویی که جالبه بدونید که ایشون اولین زنی است که جایزه نوبل رو، دو جایزه رو گرفته. اولین زن و اولین شخصی است که دو جایزه رو گرفته در فیزیک و در شیمی. و بعد نخستین زنی است که به استادی دانشگاه پاریس نائل شده در زمان خودش. خانم کوری میگه
زندگی برای هیچ کدام ما آسان نیست، اما ما باید استقامت و بالاتر از همه اطمینان به خود داشته باشیم. باید باور کنیم که ما در موردی استعداد داریم و باید به آن استعداد دست بیابیم. ایشون معتقده که باور کنید در وجود شما، همجور که بنده عرض کردم، یک چیز، یک استعداد نهفته هست که اون رو کی میتونه کشف کنه؟ تنها خود شما، خود شما، البته با گرفتن کمک. سلاید بعدی در مورد اراده با ما صحبت میکنه که ویکتور هوگو رو من اینجا به کمک گرفتم. در این سلاید میبینیم که هوگو میگه فکرت رو تغییر بده، ارزشات رو حفظ کن. فکرت رو تغییر بده، ارزشات رو حفظ کن. مانند اینکه برگ ها رو عوض کن، ریشه هایت را قوی نگه دار، زیرا که ارزش های معنوی و اخلاقی انسان باید محکم و ریشه دار باشه. وقتی ما میگیم که ذهن رو عوض کن، فکر رو عوض کن، منظورمون این نیست که پرینسیپال ها یا ارزش های معنوی و اخلاقی و وجدان رو ندیده بگیریم. حتما اون باید ریشه داشته باشه و ریشهش هم قوی باشه. و بعد نهایتا انگیزه هست. که باز من اینجا سلاید رو اگر نشون میدن دوستان، یک سلاید خندداری رو براتون انتخاب کردم و در اینجا موتیویشن یا انگیزه رو نشون میده که اون عزیزی که یا عزیزانی که بر اون قایق هستن باید به شدت پارو بزنن، زیرا کوسه‌ای به دنبال اونهاست. و میگه که بعضی از اوقات انسان احتیاج داره که بیشتر از انگیزه یا انگیزه محکمتری در زندگیش باشه. در این مورد با هم بیشتر صحبت میکنیم و نهایتاً این برنامه رو با این سخن به پایان میرسونیم. عرض کنم که سلاید آخر رو از گاندی، مهاتما گاندی به وقعت گرفتم که او میگه همان تغییری باش که مایلی در جهان شاهدش باشی. همان تغییری باش که مایلی در جهان شاهدش باشی. یعنی شما از تغییر جهان چی میخواید؟ صلح میخواید؟ امنیت میخواید؟ آرامش میخواید؟ مهربانی میخواید؟ همه اینها رو اول خودت باش، تو باش، تو مهربان باش، تو صلح دوست باش. و اینها رو فقط به عنوان سخنان خوب و کلیشه گوش نکن، بلکه به از فعل به قوه بیار و به عمل بگذار. و من به عنوان یک روانشناس معتقدم، زیرا اگر این اعتقاد رو نداشتم این رشته رو باید میبوسیدم و میذاشتم کنار، معتقدم و شاهد بودم بارها و همچنان هستم که انسان‌ها تغییر می‌کنن، انسان‌ها قادرن، انسان‌ها توانا هستن و انسان‌ها می‌تونن درهای بسیاری رو به روی خودشون بگشایند. من امیدوارم که در هفته های آینده بتونیم بهتر در و بیشتر در مورد این مسئله بسیار مهم، یعنی تغییر ذهن، صحبت بکنیم. و همچنان امیدوارم که بتونیم برنامه دیگری رو در استودیو داشته باشیم که به تلفن های شما پاسخ بدیم، زیرا این قرار از نخست گذاشته شده که برنامه آرامش درون رو نیز داشته باشم و در خدمت شما عزیزان باشم. دلم براتون خیلی تنگ شده. به فیسبوک من سر بزنید، چه به فارسی چه به انگلیسی، دکتر نوشین ثابتی رو که بزنید فیسبوک میاد و میتونید تماشا کنید و میتونید لایک کنید حتما و مشوق باشید. در این حال خواهش میکنم انتقادات، نظرات و مطالبتون رو با من و با ما و با تلویزیون در میان بگذارید. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. پاینده ایران.
جستجوی معنا.